برناندیشان تقدیم میکنند. سلام، به وبسایت برناندیشان خوش اومدید. تو این قسمت میخوام در مورد زمانهای گذشته و حال و آینده در زبان انگلیسی صحبت کنم. زمان گذشته و حال آینده تو تمامی زبانها وجود داره، یعنی شما تو هر زبانی که بگردید، مثلا زبان چینی، ژاپنی، کره‌ای، اسپانیایی، آلمانی، ایتالیایی، زمان گذشته و حال آینده هست دیگه. مثلا میخواید بگید که من تو گذشته چیکار کردم، من تو حال، در حال حاضر دارم چیکار میکنم، من در آینده قصد انجام چه کاری رو دارم. پس ایجاد گذشته، حال، آینده، اینا هر کدوم نشانه هایی داره. مثلا ما داریم حال ساده، بعد داریم گذشته ساده، بعد داریم آینده ساده. یعنی هر زمان در زبان انگلیسی به سه قسمت گذشته، حال، آینده تبدیل میشه. بعد هر کدوم هم مثلا ساختار خودشون دارن. مثلا میگیم چی؟ میگیم مثلا ماضی نقلی. ماضی نقلی رو میاریم، بعد میتونیم مثلا توی سوالات کنکور، مثلا طراح سوال کنکور تو اون مجهول قرار داده، تو اون ترکیبی قرار داده ماضی نقلی رو با آینده ساده. خب شما با اینا رو تشخیص بدید، شما باید ساختارها رو بلد بشید تا بتونید آینده، حال، گذشته رو تشخیص بدید. حالا این گذشته و حال آینده تو مکالمه زبان انگلیسی هم بسیار به درد شما بخوره. مثلا میگی که من تلویزیون تماشا نکردم دیروز چون امتحان داشتم. میگه I wasn't watching TV yesterday because I had a test. I wasn't watching TV yesterday because I had a test. بعد این مثلا یه زمان گذشته، مثلا گذشته استمراری مثلا میتونیم بگیم. بعد گذشته و حال آینده مثلا ماضی، مضارع، مستقبل. تو فارسی هم داریم، ماضی میشه گذشته، مضارع میشه حال، مستقبل میشه آینده. تو عربی هم داریم، انگلیسی، عربی داریم. بعدا شما وقتی بعد مثلا میخواید گذشته رو یاد بگیرید، بعد نشانه هاشو بلد بشید. مثلا ما داریم توی زمانی مثلا had، plus، past، participle. had تو قسمت سوم فعل اصلی، مثلا یکی از زمان هاست، ماضی بعیده، منظورم ماضی بعید، گذشته است. حالم که مثلا حال استمراری که مثلا میشه فعل to be، فعل اصلی ing. مثلا am مثلا بخوایم بگیم، میگیم که am plus verb ing، verb being یا verb ing. آینده هم که مثلا اگه بخوایم ساده ترین حالت آینده رو بگیم، همون افعال مدال رو میگیم، افعال مدال رو میگیم will plus verb will plus verb. خب ساختار هم متفاوتی از دیگه. مثلا بگیم I will go، I will eat، I will do یا I'll do. مثلا I am eating right now، I am eating right now، I will do، I am eating right now، I will do. خب این از نمونه ساختارهایی هستن که از زمانهای گذشته، حال و آینده میتونیم بشناسیم. یعنی کسی که زبان انگلیسی داره میخونه یا اصلا رشته زبان انگلیسی، حالا چه رشته هایی، مثلا آموزش زبان انگلیسی، مترجمی زبان انگلیسی، ادبیات زبان انگلیسی رو داره میخونه، حالا تو هر دانشگاهی، بعد این گذشته حال آینده رو تو زبان انگلیسی بدونه. یه دونه دیگه هم داریم، یه دونه دیگه هم هست، مثلا بگیم که ساختار مجهول،
مجهول در نوع خودش یه زمان دیگه، زمانش حالا بستگی به چی داره؟ بستگی به فاعلی داره که ما نمیدونیم کیه چیه کیه چیه. پس فاعل هم میتونه چیز باشه، هم میتونه کی باشه. خب چه کسی را، چه چیزی را. حالا فاعل چه کسی را، چه چیزی را، این برمیگرده به چی؟ به مفعول. چون ما توی بخوام وقتی یه جمله رو در حالت ساده مجهول کنیم، فاعلش رو حذف میکنیم، مفعول رو میاریم جای فاعل دیگه، اون مفعول میاد برمیگرده عقب. بعد بگیم که مثلا the plate was broken. The plate the plate was broken. این یه ساختار مجهوله. حالا بخوایم مجهول شناسایی کنیم، چجوری باید شناسایی کنیم؟ مثلا میدونید مجهول رو هر موقع تو هر ساختاری دیدید، بعضی موقع فاعل هم باشه، ما این ساختار هم میتونیم داشته باشیم، ربطی نداره. بس این ساختار ساده مجهوله دیگه. میگیم بشقاب شکسته شد. خب چه کسی بشقاب رو شکوند؟ The plate was broken by someone. یه کسی بشقاب رو شکست. وقتی هم بخوایم فاعل رو بیاریم تو زن، مثلا مجهول، یه بای میاریم بعد داخل پرانتز میذاریم. داخل پرانتز مثلا می‌نویسیم someone. The plate was broken by someone. The plate was broken by someone. این someone میتونه نیاد، ولی همیشه شما باید این رو یاد بگیرید. این the plate با این ساختار این رو یاد بگیرید. پس چی شد؟ فعل to be قسمت سوم فعل اصلی. مثلا فعل to be چی هست؟ am, is, are, was, were, been. خب ما been هم داشته باشیم با فعل قسمت سوم فعل اصلی، اونم مجهوله. The plate was broken by someone. بعد The plate was broken by someone. گذشته، حال، آینده، مجهول. بعد اینکه اینکه خب ما وقتی این ساختار رو بلد بشیم دیگه در شناسایی زمان مجهول مشکلی برای ما ایجاد نمیشه. چرا؟ چون به خیلی از عزیزان که مثلا تو امتحانات بخوان مجهول کنن جمله رو، اول به ساختار مجهول رو بلد بشید دیگه. ما مفعول رو، ما فاعل رو میشکنیم تو حالت هستیش، بعد مفعول میاریم جای فاعل. مثلا میگیم علی break the plate، بعد میگیم the plate was broken by علی. خب اینطوری شد. فعلا میتونیم تغییر بدیم دیگه، حتما نه با فعل بروک باشه، ما بروک رو بیاریم. این ساختارا هست دیگه، ما مجهول میکنیم. مجهول یعنی مجهول از چی میاد؟ اگه یه ساختاری رو بیاریم، از جهل میاد دی. یه حالت، یه ریشه، اگه یه ریشه رو بیاریم، مجهول بر وزن مفعول، درسته؟ مجهول در زبان حالت اصلیش بر وزن مفعول، ازش یه جهل هم بیاریم بیرون، مجهول بر وزن مفعول. پس از ساختار مفعولش مهمه دیگه، مفعولی که توش هست رو ما کار داریم که بیاریم جای فاعل. خب بیاریم جای فاعل. آینده هم که اصلا مشخصه دیگه، آینده ها ساختارهای متفاوتی دارن. البته مثلا آینده استمراری بیاد، ما ING داریم، حتما نباید بگیم will قسمت فعل ساده. آینده ها ساختارهای مختلفی دارن. حال هم که حال ساده، حال استمراری، حال کامل. گذشته هم که دیگه معلومه دیگه، نشانهای گذشته، مثلا ایدی قسمت سوم فعل اصلی دیگه. افعال بی قاعده هم حتما همه رو باید حفظ داشته و حفظ کنید، تو اینترنت سرچ کنید یا تو دورهایی که ما تدریس کردیم در وبسایت برندشان هست. گفتیم من دیگه کامل هست و خیلیاتون هم شنیدید. تو اینترنت که سرچ کنید چندین فعل هست که به صورت حال، گذشته، حال، آینده وجود داره. گذشته، حال، آینده وجود داره و شما این ساختار رو مثلا break broken مثلا حال، مثلا گذشته، حال گذشته، قسمت دوم، قسمت سوم. خب حال گذشته قسمت دوم، گذشته قسمت سوم. میگیم the plate مثلا
مثلا break broke broken، بعد مثلا میگیم sing sang song، sing sang song، مثلا read 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 read، مثلا خوندن قسمت سوم، قسمت دوم، قسمت سوم، تلفظشون هم فرق داره. بعد دیگه آره دیگه توی زمان ها شما باید این افعال فاعل رو کاملا بلد باشید که چجوری توی چه زمانی چه نوعیش رو استفاده بکنید، که توی وبسایت برنندیشان ما اینا رو آموزش دادیم. یکی از دوره های کاملی که ما تدریس کردیم دوره کتاب گرامر بتیازر هست. تو این دوره ما کلیه زمانها رو درس دادیم با مثال های کافی که شما دیگه راحت یاد میگیرید دیگه. این دوره هم سه تا کتابه، یعنی اولی بیسیکه که دارین میبینید، بعد بهتره بگیم این دوتا اولیه هستن، این سطح پیشرفته هست، بیسیک فاندمنتالز، فاندمنتال بیسیک، بعد understanding and using، که این برای پیشرفته است که تو دانشگاه هم دانشجوی رشته ادبیات انگلیسی مترجمی زبان انگلیسی و حتی آموزش ازش استفاده میکنن. سه تا کتابه که توش کلیه زمان ها آموزش داده شده، افعال به قاعده آموزش داده شده، زمان های مجهول آموزش داده شده. بعد دیگه شما با این آموزش توی تافل، آیلتس و تمامی امتحانات آزمون های بین المللی هم میتونید رتبه ای که میخواید رو کسب کنید. بعد اگرم واقعا براتون مهم هست که گرامر رو به صورت کامل و جامع یاد بگیرید، این دوره به دردتون میخوره. شما عزیزانم میتونید برای تهیه آموزش کتاب گرامر بتیازر به وبسایت برنندیشان مراجعه بفرمایید. با تشکر از توجه شما.